دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز در پیام به مناسبت تعیین از روز سفر بشر به فضا گفت که پشتو چهارمین زبانی است که در فضا به آن استفاده شده. 63 سال قبل از این در 12 ماه اپریل فضانورد روسی یوری گاگارین اولین انسان بود که به فضا سفر کرد. عبدالاحد مومند اولین افغان بود که در سال 1988 میلادی به فضا رفت و 9 روز را در مرکز فضایی سپری کرد. او از مرکز فضا با مادرش تماس گرفت و به زبان پشتو صحبت نمود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که شرکت هوایی ترکیه ترکیش ایرلاینز میخواهد که پروازهای خود را به افغانستان اثر گیرد. احمدالله احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته که در راه آغاز دوباره پرواز ترکیش ایرلاینز به افغانستان هیچ مانع تکنیکی وجود ندارد. یک افغان در فرانسه در روز اول عید یک نفر را با چاقو کشته و یک نفر دیگر را زخمی ساخت. دلیل این بود که این دو نفر شراب می نوشیدند. خبرگزاری های فرانسه امروز خبر دادند که این واقعه شام چهارشنبه در شهر بوردو در جنوب فرانسه رخ داده است. چند لحظه بعد از این حادثه پلیس بر حمله کننده فایر کرده و او را از پا در آورد. امریکا تحریم های را علیه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده وضع کرد. وزارت خزانه امریکا امروز جمعه در اعلامیه گفت که تحریم ها سخنگو و رهبران قطعه تیاره های بسرنشین این گروه را هدف قرار می دهد. براین نیلسون معاون وزیر امور تروریسم و استخبارات مالی امریکا گفت که این اقدام تمرکز مستمر و جمعی را بر مختل کردن توانایی حماس برای انجام حملات بیشتر تقویت می کند. به گفته این وزارتخانه اتحادیه اروپا نیز همزمان تحریم های را علیه حماس اعلام کرده است.